6 سال پیش از 6 سال به اتهام قتل مجرمه حشیت توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم. همه میشناسن ما رو. بله بله بله. ما جامعه همه پیروان استاد نورعلی الهی هستیم. ادعای واهی توسط وزارت اطلاعات پیش از 4 مرحله من به ذره وزارت اطلاعات منتقل شدم و قریب پیش از 3 سال در انفرادی بودم. تحت بدترین شکنجه ها قرار گرفتم. تمام اظهاراتی که به شما بیان میدارم نه ادعای مظلوم نمایی میکنم، نه ادعا، نه شخصی دارم، نه اینکه بخوام که بیگناه چطور به شما عرض کنم. آنچه را که من به خدمت شما به عرض میرسانم خدای تعالی میدانم جز حقیقت چیه. من بارها حتی این 3 روز گذشته من با دادستان کل کرج شاه کرمی من ملاقات به صورت اتفاقی داشتم. همین حرف را من بهش گفتم، چون من شخصی بیگناه هستم، قریب 6 سال در اسارت، نه تنها خودم بلکه اعضای خانوادم، نه تنها اعضای خانوادم بلکه اکثر هم مزدگارمون تا 10 ماه 1 سال تو بندای وزارت اطلاعات بودن. همم خدا شهاده به ناهم و الان من متهم به ترور هستم، به قتل زنجیری، قتل دیگری در کرمانشاه اتفاق افتاده. واقعا من بیگناه هستم، خدا ما بین من بیگناه هستم. تمام اصطلاحاتم، ادعاهایم، اگر یک مسیح به خدا پرستی پرونده از جامعه انسانها به انسانهای خدا پرستی رو پرونده همچی مشخص ما شد و برای من پرونده سازی کردن در پرونده ایدن ماشد برای من اعدام دادن و اعدام هم او رو دادستان کل کرج میگه اجرای حکم اومده. من نمیدونم به چه جرمی، به چه گناهی. واقعا اگر آقای جرم چرا اعلام جرم نمی کنن؟ من دیگه هیچ راهی برام نمونه. بزرگوار به هر عکس، به هر منزه، به هر جایی که شما تو دیوانه من نامه نوشتم، هیچ کسی قادر به پاسخگویی نیست. فقط در صدد ضربه زدن بر این خانوادان استاد رحمی و این هم مسلکان ما جز چیزی دیگری نیست. ولی چه دلیل داره این همه زجر و مصیبت باید بر من روا بدانن؟ بناهم بعد از شکنجه و مصیبت ها و بازجوهایم، بازجوهایی که از من میکردم به صورت شبانه روز بود. اون موقع ها 24 ساعت تا 2 ساعت 8 ساعت 12 ساعت خلاصه نامحدود بود. بعد از مدت ها کتککاری بسیار فراوان خدمت شما از من با چشمان بسته، با چشم بسته از انفرادی اینجا منتقل دادن به میدان نفس کرمانشاه. اونجا یک بازگاه بسیار محفوظ و وحشتناک که خداوند در هیچ حیوانی هم نصیب نکنه. اونجا مدت 4 ماه بود. اونجا مشهور، اونجایی که بودم بعدها فهمیدم مشهور به میدان داخل پادگان سپاهه. میدان نفس کرمانشاه مشهوره. به اسم ساواک بهش میگن. بعد اونجا بسیار اصلا من چه شهرها رو نوشتم برای ارسال کرده. برای ارسال خواهم کرده میشم. بعد 4 ماه اونجا بودم. مسجدی گرفته بودم. برادران دیگه بودن. 600 کیلو با دشمن بسته. من دادم داخل زندان کرمانشاه با داشت چیزم یک کاربندی قصد دیگه در کرمانشاه برای من سناریو دیدم. من که خدا شهاده تمام واقعا خستی نکردم، نه تنها در حضور شما، در محضر خدا، در محضر دادگاه تمام حرفام زدم ولی هیچ توجهی به حرفای من نشد. بعد از چندین جلسه اومدم بعد از وزارت اطلاعات من برای حال ما سال 89 اونجا 6 ماه برای تکلیف موندم. من 6 جلسه رفتم شهرستان صحنه به اتهامی که اصلا من شاخ در آوردم که من هشکر بودم شهرستان صحنه چکار میکنم. اتهام اسلحه و نارنجه به من دادن. 4 جلسه رفتم باز اونجا دادگستری به من رأی نداد. من ارسال کردم برای کجا؟ شهرستان کرج دوباره شعبه 4 جیادی کرج. بعد اونجا زنده جیزلواد من منتقل کرد به رجایی شهر. اومدیم شعبه 4 دادگستری. آقا این ادعای شما یک توطئه است. من نه اسلحه‌ای دارم، شخصیت من، زندگی من به این چیزی که شما ادعا میکنید واقعا قبول قابل، چون گفت گزارش وزارت اطلاعاته. بعد دوباره من از اونجا دارم ندامت را دوباره داد به که داد به دیزلاباد. دیزلاباد بعد از 4 مرحله دوباره خدمت شما کنم. زمان که دوباره 3 ماه اونجا بودم دوباره من ارسال دادم به رجعه. یک بار دوباره رجعه من داد همین ندامت را. 2 ماه بودم. دوباره بعد از 2 ماه تقریبا من دادم کشت دادم به دیزلاباد. یک سال بلا تکلیفی در دیزلاباد. 4 کیفری متوجه شدم وزارت اطلاعات سعی من شاکی آورده، شاکی که نام دیگه رو دیده بودیم. بعد دیگه بنده خدای کشته شد که هیچ کنه اصلاحه رو خانم مقتول بود، خانواده مقتول بود. در هر صورت وزارت اطلاعات حکم من چونم پیش من منو مظلوم به قتل امام جمعه هشکر گرفتن. بعد از دقیقا 10 19 شهریور سال 90
دادی دادگاه شعبه چهارم انقلاب کرج دادیایی به من 8 سال بابت حسن نارجه کلان ندارم از کجا و همی اومده به من داده بودم که به من ابلاغ شد زندان کرمانشاه. بعد خدمت شما از کنم در زندان کرمانشاه در یک جلال تکلیفی من 90 سال دوباره من یک سال قریب به برج 7 سال 91 وزارت اطلاعات در زندان جیزلاباد از من بازجویی کرد. بعد از کشمکش و درگیری دوباره من رو احضار کردن با چشمان بسته بنده همون محفوظ وزارت اطلاعات میدانم سال 91. بعد اونجا من رو قریب 4 ماه تو اونجا سال 91 از اونجا من رو منتقل کردن سرپل زهاب. سرپل زهاب رو نمیدونم چه مدت فقط داخل پادگان بود. اونجا من رو در این مدت در کرمانشاه دست پا رو بستن قریب چندین ماه من هیچ گونه نظافت نداشتم. تو یه بار در شیشتم هم یه بار زم هم یک بار تمام سر ریشم و من صورتم و سیبیلام رو با موچی کردم و 8 بار مورد اعدام بدتری شکنجه ها کرده گرفتن. شکنجه به صورت خفگی مصنوعی کرده من تو فکرم مردم من زنده بودم خودم و یه معجزه میدم و شهرها رو ما توضیح میدم. بعد خدمت بعد مدتی اونجا در خون بلا تکلیفی من نکنم فهمیدم تو پادگان سپاه بودم چون اصلا چون هیچ حرفی من افراد که نمیدم با چیزمان بسته به فلا. بعد از طی مسافت بسیار حدودا بیش از 11 ماه در این بلا تکلیف من رو دوباره دادم به رجعش. 8 رجعش هم کنم انفرادی به انفرادی بودم. در انفرادی به انفرادی متوجه شدم دیدم تمام اعضای خانواده همه بازداشت شدن. تهدید دخترم من یه دختر دارم دخترم بازداشت میکنم. بابا بازداشت شده بود. خواهرم سالشم پسرم هم پسر دایی. هیچ چیز من نبود. همه تو بگفتن یا باید این که باید یا باید گردن بگیری یا باید چی تو تا اینا همه تو بند امنیتی باید دوند. بعد منم به نشانه اعتراض اینا دقیقا تو سرپل زهاب روزه اعتراضی گرفت. ششم من روزه بودم. یعنی اول رمضان سال 1392 من ششمین ماه روزم بود جناب. بعد در ماه اونجا من در ماه اول ماه مبارک رمضان سال 92 من با زبان روزه منو منتقل کردن به بیرون نفهمیدم به کجا. وقتی چشمانم بسته بودم دیدم تعمیر یک گروه دیگه منو دارم. بعد از مراجعه شدم دیدم منو دارن به اداره آزمان روزه. من که الان برام سخت گفتن اینا یعنی اگر بابا کن چطور بگم من نمیدونم وقایی که بر من شده در طول به هیچ احدی نشده من یادم میفته حالم گرفت چون من از زبان من با زبان روزه از 9 صبح تا قبل از افطار غروب من آویزون بودم تحت بدترین شکنجه ها اول و دوم و سوم رمضان با زبان روزه من شکنجه شدم. با زبان روزه من اعتصاب کردم 19 و 20 رمضان من دوباره شکنجه شدم. با شکر با هر چی تو پیشو نمیکنیم. بعد تو این گیره دا بعدا برنامه داشتم که دادم همین گیره بوده پسر خانم هم همین بزرگی شده بود. من بلا تکیب تو بنده یرده هیچ که جواب نمیدن جز خدا هسته من امیدن بزنم آقا تیز سرزرانی دیگه بودم. تا برج چهار پارس دادگاهیم تمام ساعت خیلی من دادگاه میبودم با چشمان سرست پارس بود که مترسک بود اما من جز حقیقت هم دیده دادم واقعا گفتم چه توتایی چیزی دید. درست بعد دوباره من پارس هم برج چهار دادم ندام از تو اینجا بیست و اینجا بودم دوباره سه بودم همون بنده امنیتی رجعه شد دوباره همون... یک ماه اینجا بودم دوباره سه ماه دیگه منو بردم. وکیل هیل من یه وکیل تو کرمانشاه داشتم آقای بهمن عباسی وکیل پایگی دادگستری 64 سالشه. اصلا تا 4 سال من خبری ندارم. اصلا جرأت نکرده بیاد رو پروندم. الان میگن نشه حکومت اومده. الان من بلا تکلیف سر گردانم. چی نمیدونم چی می‌خواد بشه. من به دادستان کلی که بودن آقای جمعه چرا اعلام جمعه نمی‌کنه؟ چرا من این دست نشانه مصیبت قرار بدی؟ چرا جوابی؟ کی بوده؟ کیفری استان کرمانشاه. دادیالی انقلاب کرج پنجم بازرگی کرج کیفری استان کرمانشاه به ناهونم به حکم تصفیش تنگ شده اصحانات من در تمام سوری داشته همه به سوری مکتوب هست این تحقیقات ترور پرونده یک شخصی بودم بر علیم اعتراض داده بود که مبلغ هنگفتی به ایشون بود داده بودن که ساکن اقامت در کشورهای اروپایی که در دادگاه کیفری استان کرمانشاه نزد 5 نمازی نمایی به داده سواست نمایی دادستان و بخلا خیلی افشاگری کرد و این شمی خواستم بپذیرن که این مکتب استاد دایی برنان استادوان درستی قرار در هر صورت اینا در پیش سرم زدن به خاندان اولایی چون خاندان استاد دایی خب یک مکتبی که جز راه خدا پرستی به انگاه و اوجه کار به کار کسی نداره
در دی صدر مقام و موقعیتی نداره. در بندر امنیتی من خیلی مورد حس و حرمت عقیدتی قرار گرفتم. اینا نسبت میدادن ما رو به کمپانی‌های بزرگ در سازمان یهودی اینا در دی خلاصه خیلی چاهای بالاتر میزدن. در دی خیلی درست. خوبم به شما بگم.